مثل آواره ها شدم. نه بابا، اتفاقا خیلی بهت میاد یقش و نگاه خیلی با مزه شدی، مگه نه عزیزه؟ نگاش کن عزیزم، لباست چقدر بهش میاد. به نظر من که بیشتر از تو بهش میاد. این آقا کجا میخوابه، مشخص شد یا نه؟ راستش منم داشتم به همون فکر میکردم. اتاق بغلی که نمیشه، فقط یه مبل هست، نمیتونه اونجا بخوابه. تو سالن چی؟ اونجا یه مبل راحتی بزرگ هست، اگه میخوای بگم نورگل آماده کنه. اونجا خیلی بزرگه، شما خودتون نمیترسین؟ ای خدا، راست میگی امیر جون، من خودم هم گاهی وقتا میترسم. پس دیگه فقط یه انتخاب داریم که میتونی تو اتاق ما بخوابی. وای، چطوری با ما؟ آره با ما، چی بگم، خب مثلا رو زمین جا میندازیم. دوست داری؟ این شبو میتونی مدارا کنی؟ خب برم از نورگلم بپرسم، اون احتمالا راه حل بهتری داره. شما بخوابین عزیزم باشه، من از استانبول یه مهمون دارم، خیلی وقتم هست که اونو ندیدم، باید برم ازش پذیرایی کنم و یکم باش حرف بزنم، باشه؟ عزیزم من الان برمیگردم، باشه؟ باشه. فارو، تو داری میری کیو ببینی؟ داری میری پیش یه مرد، چون فکر نمی کنم بری پیش یه خانم. اگه میخواستم بهت خیانت کنم نمیگفتم، نگران نباش. نکنه تو هم ناراحتی از اینکه امیر اینجا مونده؟ ای خدای من، غیر از من کی ناراحته؟ به نظر تو کی؟ فکر کنم خوشش نیومده. عشقم، این یه بچه هست، یعنی مسئولیت یه بچه ساده نیست. مادرم هم برای اون ناراحته، همین. آره، خب درسته. ببینم بیگم دوست دوران مدرسه‌ت بود؟ نه خیر، تو بورسا توی گروه دوستانه بود، فقط همین. بعدش چی شد؟ یعنی دیگه هم دیگر رو ندیدی؟ چی شد؟ اوف، ای بابا. چرا یه هاینو پرسیدی؟ این سوالا چیه عزیزم؟ ها؟ این چه حرفی آخه؟ چه میدونم؟ شاید چون عروسه اسم و سلطانم، وقتی اون آمار میگیره منم دوست دارم همه چی رو بدونم. خب دیگه من برم، هوادارت منتظر نمونه. من رفتم. برو عشقم، برو.